که رسانه ها ابتدا اعلام کردند که جریمه 1.5 میلیون تومانی پانتئا بهرام و کتایون ریاحی برای حضور بدون حجاب اجباری آنها در مراسم تشییع یکی از هنرمندان می باشد. اکنون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این جریمه ربطی به کشف حجاب این دو هنرپیشه ندارد و به پرونده های قبلی آنها مربوط می شود. قوه قضاییه حکم جدید این دو هنرپیشه را جریحه دار کردن عفت عمومی عنوان کرده و اعلام کرده است که این مرحله همچنان مفتوح است و در این خصوص اقدام قضایی صورت نگرفته است. قوه قضاییه در توضیح درباره حکم صادره در خصوص دو بازیگر تاکید کرده، خبر در مورد جریمه دو بازیگر پانتئا بهرام و کتایون ریاحی مربوط به پرونده گذشته این دو نفر در مورد کشف حجاب است که به تازگی منجر به صدور حکم شده است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران این موضوع را که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می کند که قصد برخورد قضایی یا جریمه افرادی را ندارد که حجاب اجباری را رعایت نکردند، یک موفقیت بزرگ برای جنبش مهسا و پیروزی زنان در عرصه خیابان است و بارها تاکید شده است که برای جمهوری اسلامی در موضوع حجاب بازگشت به گذشته دیگر ممکن نیست. بنابر گزارش شاهدان میدانی، میزان ارسال پیامک های رعایت حجاب به حداقل رسیده و با وجود تاکید نیروی انتظامی در خصوص تداوم برخورد با افراد بی حجاب در اتومبیل ها، به نظر می رسد که نیروی انتظامی هم در این خصوص تصمیم گرفته که به صورت رندوم عمل کند و مانند روزهای اول اقدام به ارسال پیامک برای کلیه افرادی که در اتومبیل ها اقدام به برداشتن حجاب اجباری می کنند نمی کند. اما با این وصف نگرانی برای زنان همچنان ادامه دارد. زنان هر لحظه منتظر برخوردی تند از طرف نیروهای ضابط حجاب هستند و به گفته کارشناسان با وجودی که برخوردها با افراد بی حجاب کمی تعدیل شده، اما همچنان این ابهام وجود دارد که چه برخورد تند و شدیدی ممکن است از طرف افراد معتقد به حجاب اجباری حتی اگر نیروی رسمی سازمانی نباشند صورت پذیرد، به ویژه آنکه همیشه این افراد معترض به افراد بی حجاب هستند که مورد تشویق قرار می گیرند و برخوردهای قهری این افراد با زنان بی حجاب هیچگاه مورد تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و عملا مورد حمایت دستگاه قضایی یا انتظامی قرار دارند و کسانی که به این افراد معترض می شوند مورد اعتراض قرار می گیرند. در خصوص مسئله حجاب، افرادی که از طرف ناهیان از منکر مورد برخورد و حتی ضرب و شتم قرار می گیرند از حمایت قانون برخوردار نیستند و حتی امکان دفاع از خود را ندارند. به گفته ناظران و تحلیلگران، این عدم حمایت قانونی از افرادی که به خاطر حجاب توسط افراد عادی حزب اللهی مورد ضرب و شتم یا توهین قرار می گیرند باعث می شود که این افراد حزب اللهی را در برخورد تند و قهری با افراد بی حجاب جریتر و گستاختر کند. هرچند ادامه تقابلی این وضعیت می تواند مخاطرات زیادی از جنبه اعتراضات سیاسی برای حکومت به همراه داشته باشد. در حالی که خود نمایندگان، بازرسی ویژه رئیس جمهور و حتی خود وزیر دریافت اتومبیل توسط نمایندگان مجلس خارج از ضوابط قانونی را تایید کردند و تنها در زمان دریافت آن تردیدهایی مطرح کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که منتظری دادستان کل کشور اظهارات علیرضا بیگی در خصوص دریافت خودرو توسط نمایندگان مجلس را فاقد اسناد و مدارک مثبت عنوان کرده و خواستار برخورد با وی شده است. احمد علیرضا بیگی فردی بود که با قاطعیت دریافت خودرو توسط نمایندگان مجلس را رسانه‌ای کرد و گفت وزارت سمت با دادن رشوه به نمایندگان مجلس جلوی استیضاح وزیر را گرفته است. فاطمی امین در جلسه استیضاح این اظهارات را تکذیب کرد و در این حال با تأیید واگذاری خودرو به نمایندگان خارج از نوبت اعلام کرد که این واگذاری ربطی به استیضاح وی ندارد و قبل از حضور وی در وزارت سمت آغاز شده است.
نمایندگان مجلس، هیئت رئیسه مجلس و همچنین دولت و دیگر نهادها دریافت خودرو توسط نمایندگان مجلس را تایید کردند. اما در این حال بارها گفتند که این اقدامی عادی است و همیشه انجام می شده است. فساد در جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده که بسیاری از دولت مردان و سیاسیون با اذعان به اینکه فساد وجود دارد و اقدام انجام شده نوعی فساد سیاسی و اقتصادی است، اما در همان حال تأکید می کنند که این اقدامات همیشه وجود داشته و در زمان بقیه هم انجام می شده است. به گفته تحلیلگران، فساد ساختاری که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را تکذیب می کند به همین معناست که فساد چنان به بخشی از سازوکار اجرایی و اداری تبدیل شده باشد که محتوا و هویت نهاد اجرایی و سازمانی را ساخته باشد و به جزئی جدایی ناپذیر از آن تبدیل شده باشد. فساد خودرو در ایران سابقه ای چند ده ساله دارد و دود آن علاوه بر ایجاد آلودگی گسترده سالهاست که به چشم مردم و شهروندان عادی می رود. مردم ایران سالهاست که خودروهای بیکیفیت و غیر استاندارد داخلی را به خاطر فساد گسترده خودرو به قیمت بالا دریافت می کنند و حتی با قیمت بالا هم در اختیار آنها نیست و برای دریافت ماشینهای بیکیفیت ماها و سالها در نوبت تحویل خودرو باقی می مانند. با این وصف دولت و حاکمیت با محدودسازی واردات خودرو و جلوگیری از واردات آن، بازار خودروی داخلی را به تنها بازار موجود در ایران تبدیل کرده و راهی غیر از مصرف خودروهای بیکیفیت ایرانی برای مردم باقی نگذاشته است. در همان حال از واگذاری آن هم به مردم خودداری می کند و در شرایطی که مردم سالها پشت درب‌های بسته تحویل خودرو باقی می مانند، خودروها را خارج از نوبت و برای دریافت امتیازات سیاسی به گروه‌های ویژه واگذار می‌کند. نمایندگان مجلس فعلی پیش از این هم به خاطر دریافت اتومبیل‌های دنای اتوماتیک به قیمت پایین و با شرایط ویژه اقتصادی مورد انتقاد رسانه‌ای قرار گرفته بودند. اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و رسیدگی به تخلفات مجلس آن را هم در دستور کار بررسی و رسیدگی قرار نداد و در نوبت اخیر هم به جای رسیدگی به رفتار نمایندگان در دریافت خودروی خارج از نوبت، کسی را که موضوع را فاش کرده مورد تعقیب قرار داده است. با توجه به موج جدید اعدام‌های سیاسی عقیدتی و مواد مخدر که ایران را جزء دومین کشور از جنبه اعدام‌ها قرار داده و از سوی نهادهای بین‌المللی محکوم شده است، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای شمار اعدام‌ها در ایران را نفرت انگیز خواند و نسبت به شمار بالا و دهشتناک اعدام‌ها در ایران طی سال جاری میلادی ابراز نگرانی کرد. وی در بیانیه خود همچنین به اعدام دو شهروند ایرانی به اتهام توهین به مقدسات و همچنین اعدام شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی حبیب اوسیوه به اتهام تروریسم اشاره کرده است. وی گفت که از آغاز این سال دست کم 210 نفر در ایران اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها ناشی از جرائم مربوط به مواد مخدر بودند. وی گفت که شمار اعدام‌ها احتمالاً بیشتر از رقم اعلام شده است. به گفته او، هر هفته به طور متوسط بیش از 10 نفر در ایران اعدام می‌شوند و به همین دلیل جمهوری اسلامی یکی از دارندگان بالاترین شمار اعدام‌ها در جهان است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود که اگر آهنگ کنونی اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه یابد، جمهوری اسلامی ایران در سال جاری یکی از بالاترین نرخ‌های مجازات اعدام از سال 2015 به این سو را خواهد داشت. در آن سال دست کم 972 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان ملل افزایش اعدام‌ها در ایران را به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر با هنجارهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر ناسازگار می‌داند.
در حالی که به نظر میرسد توافق هسته‌ای برجام به بن‌بست خورده و از سپتامبر 2022 مذاکراتی میان ایران و غرب انجام نشده و چشم‌انداز توافق میان ایران و غرب به بن‌بست خورده و آمریکا به خاطر مسائل داخلی و انتخاباتی نمیتواند توافقی انجام دهد، اکنون بعد از توافق ایران و عربستان و در سالگرد پنجمین سال خروج دولت ترامپ از برجام، دو نفر از کارشناسان سیاست خارجی آمریکا که در جزئیات توافق برجام مسلط هستند، یعنی دکتر ولی نصر استاد دانشگاه و مشاور سابق سیاست خارجی در دولت اوباما و علی واعظ رئیس میز ایران در گروه بحران که جانشین رابرت مالی شده، سعی کردند که راه خروج جدیدی برای این موضوع ارائه دهند. آنها میگویند گاهی اوقات بهترین راه برای حل یک مشکل آزاردهنده بزرگتر کردن آن است و برای همین در این طرح سعی کردند یک نماد جدید و بلند پروازانه از یک توافق با در نظر گرفتن مشکلات مطرح سازند. ولی نویسندگان میگویند اکنون برای قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه به استثنای اسرائیل امکان آغاز گفتگوی منطقه‌ای با ایران وجود دارد که هدف آن دستیابی به افزایش امنیت و گسترش تجارت و ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خلیج فارس است. در این طرح شرط لازم برای دستیابی به این اهداف تضمین‌هایی از سوی ایران در مورد چشم‌انداز قدرت منطقه‌ایش، نظیر تعهد به عدم حمایت مالی یا نظامی بازیگران غیر دولتی در شبه جزیره عربستان است. در مقابل این کشورها متعهد می‌شوند که از گروه‌هایی که ایران را بی‌ثبات می‌کنند حمایت نکنند و همچنین تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس با کنترل‌های سختگیرانه توسعه برنامه‌های هسته‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران توافق کنند و برای همیشه غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را کنار بگذارند و پروتکل الحاقی در خصوص معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کنند که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی غیرقابل برگشت و افزایش یافته به همه سایت‌های اعلام شده و مشکوک هسته‌ای را ارائه می‌کند. ایران نیز ذخایر 20 و 60 درصدی مواد شکاف‌پذیر موجود خود را به مواد با غنای زیر 5% تبدیل کرده یا آنها را به خارج ارسال کند. بنابراین پیشنهاد برخلاف برجام این توافق به ایران اجازه می‌دهد با محدودیت‌های بلند مدت برنامه هسته‌ای خود موافقت کند بدون اینکه زیرساخت‌های خود را از بین ببرد. همچنین این توافق خطر حمله ایالات متحده و اسرائیل به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را خنثا می‌کند و این به نفع کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است که مایل نیستند میان درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل قرار گیرند و از این بابت ضربه بخورند و قربانی چنین درگیری شوند. در عوض ایالات متحده و متحدان اروپاییش می‌توانند از چنین توافقی حمایت کنند و توافق تجارت آزاد ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را از تحریم‌ها مستثنا کنند و یک مسیر قدرتمند برای رشد اقتصادی در میان همه طرف‌های توافق ایجاد کنند. از نظر نویسندگان شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند این توافق را به عنوان جانشین برجام تایید کند و پیامدهای تنبیهی را برای نقض مفاد آن تعیین کند و تثبیت توافق هسته‌ای در چارچوب منطقه‌ای همچنین اعمال مجدد تحریم‌ها را برای ایالات متحده دشوارتر می‌کند، زیرا برخلاف سال 2018 واشنگتن در صورت تلاش برای کنارگیری از توافق با مقاومت دوستان عرب خلیج فارس خود مواجه خواهد شد و در نتیجه برای ایران این توافق ممکن است از نوع طول عمر تضمین شده ای برخوردار باشد، طول عمری که برجام هرگز از آن برخوردار نبود. از نظر نویسندگان برای ایران و کشورهای عرب منطقه مزایای اقتصادی و امنیتی و کاهش تنش به همراه دارد و به ایالات متحده این امکان را می دهد که بیشتر بر نگرانی‌های دیگر و سیاسی مهمی مانند تغییرات آب و هوایی و رقابت قدرت‌های بزرگ تمرکز کند.
مشکل این طرح این است که اسرائیل در این طرح مسئولیتی ندارد و علاوه بر این هرچند برخی کشورهای عربی از آن حمایت کردند، اما به نظر نمی رسد ایران حاضر باشد این طرح را پذیرا شود، چون محدودیت هسته‌ای و نیز مسئولیت خاصی برای اسرائیل قائل نشده و در این حال مشخص نیست منافع روسیه و چین نیز در این طرح در نظر گرفته شده باشد. علاوه بر این بدون تصویب کنگره آمریکا مشخص نیست چنین طرحی می تواند تداوم داشته باشد. به دنبال انتشار گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم درباره شروع فعالیت‌های انتخاباتی علی لاریجانی که هدفش فضاسازی انتخاباتی به نفع اصولگرایان بود و در خبری اختصاصی به نقل از یکی از اطرافیان علی لاریجانی نوشت که او در حال آماده شدن برای انتخابات مجلس در اسفند امسال است و لیستی از افراد همراهش را انتخاب کرده، از سوی علی لاریجانی با سربرگ مشاور رهبری در تکذیبیه‌ای مطالب انتقادی مهمی مطرح شده است. علی لاریجانی علت نوشتن این نامه را رفع نگرانی از جریان خالص‌سازی عنوان کرده که مقصودش راستگرایان کنونی حامی رئیسی هستند. وی می‌افزاید خبر اختصاصی خبرگزاری تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات مصداق گزاره حسن و حسین، هر سه خواهران معاویه هستند میباشد و می‌افزاید نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته. وی می‌گوید لذا بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش‌های برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. وی در پایان نتیجه می‌گیرد که ملک را چاره‌ای دیگر نیاز است. علی لاریجانی در اطلاعیه جریان خالص‌سازی را مخاطب خود قرار داده که به تعبیری خاص است و نشان می‌دهد جریان راست فقط به دنبال یک دستی نیست، بلکه می‌خواهد اصولگرایان میانه را نیز حذف کند تا خلوص سیاسی به دست بیاید. از اطلاعیه لاریجانی برمی آید که ظاهراً نیروهای متعادل محافظه‌کار هم فعلاً تمایل انگیزه‌ای برای مشارکت در انتخابات آینده ندارند و می شود اعلامیه لاریجانی را رد کردن انتخابات به شکلی سیاستمدارانه دانست. به این معنی است که اگر اتفاقی نیفتد با این وضعیت نمی توانند در انتخابات حضور یابند، زیرا معذوریت افرادی مانند لاریجانی برای شرکت در انتخابات حتی از نیروهای اصلاح طلب نیز بیشتر است، زیرا پیشاپیش شکست فاحشی می‌خورد به این دلیل که اساساً امکان رقابت برایشان فراهم نیست. اما مهمترین قسمت این متن این است که کشور را به چاره‌ای دیگر فرا می‌خواند که نشان دهنده موضع انتقادی وی است و اینکه خواستار تغییر راهبردی مدل حکمرانی حکومت است. از دید لاریجانی جریان انحرافی حاکم کنونی عملاً امکان انتخابات سالم و مشارکتی را از بین برده است. هرچند نباید فراموش کرد که با بحرانی تر شدن شرایط و افزایش بن‌بست‌ها که می‌تواند به افزایش اعتراضات عمومی و مردمی منجر شود، بخشی از نیروهای سیاسی سعی می‌کنند اعتراضات و انتقادات مردم را به نیروی مؤثری برای تغییر وضعیت به سمت بهبود تبدیل کنند و این تنها کاری است که نیروهای سیاسی قادر به انجام آن هستند. هرچند مشخص نیست چرا لاریجانی چنین موضع تندی اتخاذ کرده، چون می‌تواند با واکنش رهبر جمهوری اسلامی روبرو شود که چنین تفسیر و تحلیل هایی را از نظر نظم سیاسی که توسط افراد منسوب به حکومت بیان شود بر نمیتابد. به دنبال چالش ها و درگیری های کنونی در منطقه و نیز افزایش غنی‌سازی توسط ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جمع شماری از افسران راستگرای سابق ارشد نظامی گفت 95% مشکلات امنیتی اسرائیل از طرف تهران است و ایران تلاش می‌کند از چند جبهه اقداماتی را علیه ما انجام دهد و ما هر کاری انجام خواهیم داد تا ایران نتواند جبهه‌های ترور را علیه ما تشکیل دهد. به افزود اسرائیل آمادگی دارد در چند جبهه علیه ایران بجنگد. به این سخنان را پس از آغاز عملیات تهاجمی علیه نوار غزه بیان کرد که سه فرمانده جهاد اسلامی در آن کشته شدند.
در پی آغاز این عملیات، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل سفر خود را به دهلی نو نیمه کاره گذاشت و به تل‌آویو بازگشت. اسرائیل میگوید این عملیات در پاسخ به حملات راکتی هفته پیش و بر ضد عواملی بوده است که در ماه‌های اخیر منطقه را بی‌ثبات کرده بودند. نتانیاهو در ادامه سخنانش گفت که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه‌ای ایران آماده باشند. نتانیاهو در ادامه گفت که اسرائیل تلاش می‌کند قصد نظامی ایران در ساختن لبنان دیگری در سوریه را ناکام بگذارد. وی حملات اسرائیل به سوریه را تا کنون موفقیت‌آمیز خواند. بنیامین نتانیاهو همچنین هشدار داد که اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای هر کاری که بتواند انجام می‌دهد. هفته گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که در صورت تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، واشنگتن به اسرائیل اجازه آزادی عمل علیه برنامه هسته‌ای ایران را می‌دهد. به نظر می‌رسد آمریکا مایل است هر نوع درگیری با ایران را از طریق اسرائیل انجام دهد و در نتیجه اسرائیل در صدد است کارت‌های منطقه‌ای ایران را در فلسطین، لبنان و سوریه از دست‌های نفوذ ایران خارج سازد. به گزارش رویترز، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در جلسه‌ای در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت پوتین در 2200 کیلومتری شمال شرق استراسبورگ سربازان، موشک‌ها و تانک‌هایش را به نمایش گذاشته است و ولادیمیر پوتین از رژه امسال روز پیروزی در مسکو برای قدرت نمایی نظامی استفاده کرده است. به افزود اتحادیه اروپا نباید از خودنمایی رهبر روسیه هراس به دل راه بدهد. او از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا در حمایت از اوکراین تا هر زمان که لازم باشد استوار بمانند. او همچنین اعضای این اتحادیه را به برقراری روابط نزدیکتر با یکدیگر در حوزه دفاعی و تولید تسلیحات تشویق کرد. اولاف شولتز افزود این اتحادیه باید وابستگی خود به چین را کاهش دهد و دولت پکن را به این متهم کرد که به جای شریک بیشتر مانند یک رقیب و هماورد رفتار می کند. او گفت رابطه ما با چین بدین ترتیب توصیف شده که ابتدا شریک، سپس رقیب و سپس هماورد هم هستیم. اما هماوردی و رقابت از سوی چین افزایش یافته است. وی در پایان گفت اتحادیه اروپا نباید سریعاً راهش را از چین جدا کند، اما باید نوعی ریسک زدایی هوشمندانه اتخاذ کند. نخستین تلاش ها برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب با واکنش منفی ایالات متحده امریکا روبرو شده است. امریکا میگوید سوریه مستحق پذیرش مجدد در اتحادیه عرب نیست. وزارت خارجه امریکا میگوید با شرکای عرب خود در حال ارتباط و تعامل در این باره است. این وزارتخانه میگوید که ایالات متحده معتقد است که شرکای عرب قصد دارند از تعامل مستقیم با اسد برای فشار برای حل بحران طولانی مدت این کشور استفاده کنند و واشنگتن با متحدان خود در اهداف نهایی همسو بوده است. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه امریکا به همین منظور منتشر کرده اشاره شده که ما درک می‌کنیم که شرکای ما قصد دارند از تعامل مستقیم با رژیم اسد برای فشار بیشتر و تقاضای پیشرفت در مورد مسائل و مشکلات موجود استفاده کنند. این بیانیه می‌گوید که ما در حال رایزنی با شرکای خود در مورد برنامه‌هایشان بوده‌ایم و روشن کرده‌ایم که رژیم اسد همچنان شایستگی بازگشت به اتحادیه عرب را ندارد و تحریم‌های ایالات متحده امریکا به قوت خود باقی خواهند ماند. در این سو در واشنگتن سناتور باب منندز و سناتور جیم راش دو عضو کمیته روابط خارجی سنا هم نسبت به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هشدار دادند. آنها در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کردند اشاره کردند که تصمیم وزرای خارجه اتحادیه عرب برای
برای پذیرش دوباره رژیم سوریه نگران کننده است. این دو سناتور ارشد میگویند آنها نگران روند عادی سازی کشورهای عرب متحده آمریکا با رژیم سوریه هستند. سناتور باب منندز و جیم راش میگویند 12 سال جنایت رژیم اسد اسناد بسیار کافی را در اختیار همگان قرار داده که نشان داد این رژیم یک رژیم دیکتاتور و یاغی است. به گفته این دو سناتور، پذیرش دوباره رژیم اسد در اتحادیه عرب یک تصمیم اشتباه است که پیام اشتباهی را به دو رژیم دیگر یعنی ایران و روسیه منتقل می کند، چرا که آنها در سوریه مرتکب جنایت شدند و در اوکراین هم همین جنایت را تکرار می کنند. این دو عضو کمیته روابط خارجی سنا انتقاد می کنند از استدلال هایی که معتقدند عادی سازی روابط میان اتحادیه عرب با رژیم سوریه باعث خواهد شد دست رژیم ایران و روسیه از این کشور کوتاه شود. این دو میگویند که این استدلال ها درست و کافی نیستند، چرا که رژیم ایران و روسیه از عوامل اصلی بقای رژیم اسد بودند. این دو سناتور از دیگر همکاران خود و دیگر رایزنان سیاسی خواستند که پیش از برگزاری نشست سران اتحادیه عرب مقامات کشورهای عربی را از عواقب این تصمیم آگاه کنند. We'll be right back.